سلام، امروز میخوام تنظیمات کلید تب رو بهتون بگم. این جلسه خیلی مهمه از این جهت که باعث میشه شما حرفه‌ای تر بشی و سرعتتون توی کار خیلی بالا میره. کلید تب چیه؟ ببین، من یه کلمه می‌نویسم، بعد از اون اگه کلید تب رو بزنم به اندازه 5 تا اسپیس میره جلو، بعد دوباره من یه کلمه بنویسم تب رو بزنم 5 تا اسپیس میره جلو. حالا این رو میتونید تنظیم کنید که 5 تا اسپیس نره، بیشتر بره یا کمتر بره، کجا به کار میره. شما اگه بخواید فهرست یک کتاب رو، حالا یک کتاب خیلی کوچیک دارید، فهرستش رو نمیخواید اتوماتیک باشه، میخواید دستی وارد کنید، خب عناوین رو یه طرف مینویسید. میتونید یه کاری کنید، وقتی کلید تب میزنه خودش نقطه چین بذاره بره زیر اونجایی که میخواین شماره صفحه بنویسید. برای همه‌شون هم همینجوری تکرار میشه، لازم نیست هی خودتون نقطه چین بذارین بره آخر. یه میخواین یک پاسخنامه ایجاد کن که سوالات تستی داره، قرار نباشه برای رفتن به گزینه اول رو نوشتین بخواین برین گزینه دوم چند تا فاصله بذارین یا چند تا تب بذارین، تنظیم میکنین فاصله‌اش رو، خودش بره اونجا وای. خب من اول این مثال بزنم از همین سوالات چهار گزینه‌ای که بهتر متوجه بشین. برای باز کردن تنظیمات تب از سربرگ هم و گروه پاراگراف این فلشی که نشون بده که کار محاوره ایش باز بشه. با گزینه های بالا اینجا اصلا کار نداریم، به این گزینه تب بزن. شما میخواین چیکار کنیم؟ میخواین سوال تستی ایجاد کنیم، چهار تا گزینه دارید. مثلا میخواین روی یک کنی، سه، چهار و نیم و شیش، هر دفعه که میزنید برید توقف کنید. خب شما عدد یک و نیم رو میزنید، اینجا وارد میشه، میزنید سه، بعد سه رو میزنید، میزنید سه، چهار و نیم رو میزنید، میزنید سه، شیش رو میزنید، میزنید دوباره رو گزینه سه. یه گزینه مثلا میزنید دو، بعد ست میکنید، میفهمید که اشتباهه، بعد چیزی پاکش کنید، میرید رو هم دو و کلیر رو میزنید. ببین به ترتیب اینا رو نوشته، حالا چه اتفاق میفته؟ من باید اوکی رو بزنم، خطکش من رو ببینی، رو همون جایی که من ست گذاشتم یک علامت هست از سمت راست به چپم. حالا من میزنم گزینه اول، بعد الان کلید تب رو بزنم، باید بری دقیقا زیر این علامتی که گذاشتم. من تب رو میزنم، میبینی که رفت همون گزینه دو رو میزنم، بعد تب رو بزنم میره جلوتر، یعنی من دوباره تب رو بزنم، هر دفعه تب رو میزنم میره زیر یکی از اینا قرار میگیره. شما میتونید کل پاسخ برگتون رو اینجوری خیلی راحت ایجاد کنید. حالا اینا رو هم پاک میکنم، یه تنظیم دیگه هم بهتون بگم برای فهرست. بعد همین کار محاوره رو باز میکنید، تب میزنید، خب اینا پاک شدن همش، اگه پاک نشده بودن میزنید کلیر آل، همه پاک میشدن. حالا شما میخواین این فهرست ایجاد کنید، میخواین همه شماره صفحه بره زیر 5 و نیم قرار بگیره، میزنید 5 و نیم، بعد میزنید خط چی، بعد صفر، میزنید اوکی. من الان بنویسم فهرست مطالب. من الان کلید تب رو بزنم، خودش خطی میکنه میره زیر شماره صفحه، شماره صفحه رو که نوشتم میزنم اینتر. بعد مثلا مینویسم فصل اول، فصل اول رو که نوشتم تب رو بزنم خودش شماره میذاره، مثلا صفحه 12. بعد فصل دوم، فصل سوم، باعث میشه که همه این شماره صفحه ها خودش رو اینجا قرار میدن زیر تب. همینجوری خیلی راحت میتونید همه رو زیر هم بنویسید. یه وقتی که میخواین شعر بنویسید، میخواین فاصله بین دو تا بیت شعر یه عدد یکسان باشه، خب تنظیم میکنید دیگه، پاراگراف رو میزنید، تب رو میزنید، اینجا فاصله اش رو وارد میکنید، میخواییم بیت های دوم همه مثلا از 3.5 شروع بشه یا از 4 شروع بشه، عددش رو میزنید، حتما حواستون باشه مثلا این 5.5 رو باید پاک کنید دیگه. رایت رو انتخاب میکنید، میزنید نان، میخواییم بین بیت های شعرتون فاصله نباشه دیگه، و اینجا میزنید 4، ست میزنید، اوکی میکنید. الان من اینجا مثلا بیت اول رو مینویسم، هر چقدر که بیت اول طولانی باشه فرق نداره، من تب رو که بزنم میره دقیقا همون عددی که تنظیم کرده بودم. این تنظیماتش ایجاد نشده، تنظیماتش انجام نشده. دوباره کار رو باز میکنم، اینو کلیر کردم، خب 4 9 3 اوکی، الان رفت روی 4، اون موقع تنظیمات انجام نشد. الان بیت اول رو بنویسم، تب رو بزنم خودش میگه زیر 4، میتونم بیت دوم رو بنویسم،
به همین راحتی تا آخر کتابی که میخوایم بنویسیم میتونید بیتا رو زیر هم بنویسید. دیگه لازم نیست که هدف اسپیس بزنید یا جدول ایجاد کنید. میخوام تو جدول بزنید. اینجوری کارتون حرفه‌ای تر میشه. با خطکش هم میتونید تب رو تنظیم کنید. تنظیمات خطکش خودش خیلی جالبه. خیلی سرعت شما رو زیادتر میکنه و حرفه‌ایه. این رو تو جلسات بعدی میگم. همین الان برید یه بیت شعر بنویسید اینجوری. فهرست مطالب ایجاد کنید. یک سوال چهار گزینه ایجاد کنید. وقتتون رو زیاد نمیگیره. در حد 10 دقیقه تمرین کنید که تو ذهنتون همیشه بمونه. امیدوارم که دوست داشته باشین. خدا نگهدارتون.